سلام میگم به شما بینندگان عزیز. شهلا دانشور هستم، برنامه کارگران به یک دنیای بهتر رو به شما عزیزان تقدیم میکنم. امیدوارم حال همه شما خوب باشه و آماده دیدن برنامه این هفته ما. موضوعات بسیاره. انقلاب مردم در ایران هر روز شعله برتر میشه. روزهای مهمی رو در این هفته پشت سر گذاشتیم، روزهای مهمی از انقلاب ما که هر کدوم از این روزها جهش بزرگ بود در این انقلاب. ما در این هفته 30 مهمار رو داشتیم که تظاهرات بزرگ در سراسر جهان و در ایران برگزار شد. هزاران نفر، ده ها هزار نفر در برلین و در کشورهای مختلف تجمع کردند و اعتراض کردند و همبستگی خودشون رو با مردم در ایران فریاد زدن، ایرانیان در خارج کشور. به این ترتیب اعتراضات در داخل ایران به خارج کشور متصله و میبینیم چطور فراخوان‌ها همزمان شده و در همین روز در ایران تظاهرات و اعتراضات بسیاری شدش. ما 4 آبان ماه رو داشتیم، 40 روز در گذشت مهسا امینی، این نماد انقلاب ایران، انقلاب زنانه ایران، انقلاب انسانی برای زندگی انسانی. و همینجور ما 5 آبان رو داشتیم، 40 روز در گذشت نیکا شاکرمی، یکی دیگه از نمادهای انقلاب ایران. و دیدیم چه قوغایی شد در جایی مثل مهابات. مردم کنترل شهر رو در بخش بزرگی از شهر به دست گرفتن، فرمانداری رو گرفتن، ادارات رو گرفتن، کلانتری رو گرفتن و تو چنین شرایطی هستیم. و از طرف دیگه همبستگی های بین المللی با انقلاب ایران بسیار بسیار درخشان و بسیار بسیار شادی بخشه. با حکومت ایران همون رفتاری رو باید کرد که با حکومت آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی شد و در دنیا طرد شد، بایکوت شد. و امروز ما در یک قدمی چنین اتفاقی هستیم، سرنگونی جمهوری اسلامی در جهان و به زیر کشیدن این حکومت و به جای اون بنا کردن جامعه‌ای که داره فریاد میزنه زن، زندگی، آزادی و داره زندگی انسانی رو طلب میکنه. در کنار این اتفاقات ما اعلام اعتصاب کارگران نفت رو داریم. ما به میدان اومدن کارگران در مراکز مختلف رو داریم و جامعه داره میره به طرف اعتصابات سراسری و زدن ضربه کوبنده‌ای بر پیکر این حکومت، اقتصادش رو فلج کنه، کنترل این حکومت رو بر جامعه فلج کنه. مردم از یک طرف در شهرهای مختلف، مناطق مختلف رش رو تحت کنترل میگیرن، از طرف دیگه اعتصابات داره جلو میاد. به همه اینا امیدوارم برسیم. از روز گذشته شروع میکنم. 5 آبان ماه، 40 روز در گذشت نیکا شاکرمی، اعتراضات گسترده شد. همونطور که گفتم یک نمونش در مهاباد بود. در خرم آباد که زادگاه نیکا هست مراسم بزرگی بود و مردم خشمگین فریاد می زدن و شعار می دادن. در دانشگاه ها قوقا بود. تجمعات پزشکان بسیار بسیار قابل توجه بود. نیکا شاکرمی در 29 شهریور ماه به قتل رسید. او در بلوار کشاورز تهران دستگیر شد. بعد از 9 روز جسدش رو به خانوادش تحویل دادن. در برنامه ها و گرامی داشت یاد نیکا کرمی شعارهای اعتراضی بسیاری داده شد. مرگ بر خامنه‌ای، این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، ما همه نیکا هستیم، به جنگ تا به جنگیم. کلیپ می ببینیم از مراسم گرامی داشت نیکا کرمی و اعتراضاتی که در این روز ما شاهدش بودیم. Oh,
دامنه انقلاب داره شهرهای بیشتری رو میگیره، از خراسان تا سیستان و بلوچستان، از آذربایجان تا خوزستان، اصفهان، شیراز، تمام مناطق، تمام بخش‌های مختلف و شهرهای بزرگ رو در بر گرفته. شعار جالبی در بروجر در روز گذشته سر داده شد. شعار می‌دادن بسیجی سپاهی داعش ما شمایی. این شعار پاسخ حکومت رو می‌داد در مورد جنایتی که در شاهچراغ شیراز صورت گرفت و حکومت اون رو به داعش نسبت داد و مردم این چنین پاسخ دادند. اما در چهلوم مهسا امینی، چهارم آبان ماه چه گذشت؟ یک روز بزرگ و تاریخی، یک روز پر از اعتراض. بنابر گزارشاتی ده ها هزار نفر در مراسم گرامی داشت یاد اون در گورستان آیچی در سقز گرد آمدن. حکومت نیروی انتظامی زیادی رو بسیج کرد، راه ها رو سعی کرد ببنده، اما با راه پیمایی و با چنان صلابتی مردم تلاش کردن خودشون رو به اونجا رسوندن و شعارهای اعتراضیشون رو فریاد زدن و این روز به یک روز تاریخی تبدیل شد. آماری داده میشه که 100,000 نفر تو این گرد همایی و اعتراض شرکت کردند. یک شعار جالب که مردم میدادن در دانشگاه ها بود، چهلوم مهسا شده، کمر حکومت تا شده. مردم قدرت خودشون رو میبینن، عظمت انقلابشون رو میبینن و این مراسم ها جای کف زدن، حجاب برداشتن، شعار دادن، همبستگی، اتحاد و مبارزه است. فریاد مرگ بر دیکتاتور، زن، زندگی، آزادی. کلیمی ببینیم از مراسم مهسا امینی در سقز. در چهلومین روز در گذشته مهسا امینی در بیش از 40 شهر و بعضن حتی آمار بالاتری داده میشه، مردم همونطور که گفتم از شهرهای مختلف از شمال گرفته تا جنوب همه جا شرکت کردند و شعار دادند و یاد این عزیز رو گرامی داشتند. این گرامی داشت ها پیام مردم هست که میگن ما عزیزانمون رو گرامی میداریم و جنایت حکومت جمهوری اسلامی رو فراموش نمی کنیم و عزم خود رو بیشتر جذب میکنن برای سرنگونی این حکومت.
در روز 4 آبان شماری از پزشکان بنابر فراخوان قبلی در اعتراض به دخالت نیروهای امنیتی در روند درمان و در همبستگی با مردم در تهران تجمع کردند. بسیار جالبه، پزشکان در تهران تجمع میکنن، در شیراز تجمع میکنن، در اصفهان تجمع میکنن، در سقز بیانیه حمایتی میدن و این خودش یک نمونه است از اینکه چطور بخش های مختلف جامعه به این انقلاب میپیوندند. در تجمعی که پزشکان داشتن مردم وسیعا شرکت کردند و جمعیت گفته میشد به 1000 نفری رسید. نیروی سرکوب میخواست حمله کنه، دستگیر کنه، تعدادی را دستگیر کردن، اما مردم ایستادند و مقابله کردند. کلیپ میبینیم از تجمعات پزشکان. دیگه 30 مهر، 30 مهر یک روز اعتراض بین المللی، ایرانیان در خارج از کشور و در ایران در بیش از 30 شهر مردم جمع شدن. محل تمرکز تجمع ایرانیان در خارج برلین بود، اما در کشورهای دیگه هم این تجمعات به پا شد. 10,000 نفر شرکت کردند، فریاد زدند، اعتراض کردند، سخنرانی های پرشوری شد و این روز به یک روز تاریخی در انقلاب مردم ایران تبدیل شد. در این روز در این حال در مراکز مختلف کارگری هم اعتراض بود. از جمله در 30 مهر ماه کارگران شرکت شکلات سازی آیدین در تبریز در اعتراض به وضعیت بد شغلی و معیشتی خودشون در محفظه شرکت دست به تجمع زدند. تو این شرایط تجمع کارگر، اعتراض کارگر، اعتراض معلم، یعنی همبستگی با این اعتراضات. در این حال این توازن و اجازه میده کارگران تو تمام مراکز مختلف با خواستایی که پاسخ نگرفته به میدون بیان و دست به اعتراض بزنن و این حرکت اونها مسیر انقلاب رو به طرف اعتصابات سراسری و به طرف فلج کردن سیستم اقتصادی و حکومت و کل بساطش حرکت میده و یک گام مهمی در سرنگونی حکومت هستش. مردم، کارگران راهی جزی ندارن. فقر بیداد میکنه، گرانی بیداد میکنه و زندگیشون به یغما رفته. کلیپی میبینیم از اعتراض کارگران آیدین در تبریز. در 30 مهر ما همچنین تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز شماری از این کارگران رو داشت مقابل استانداری که روز بعد هم تجمع کردن علیه اخراج ها. و به این ترتیب میبینیم کارگران متوجه اوضاع هستن که تو این شرایط بهترین وضعیت، بهترین موقعیته که بیان جلو خواستاشون رو به پیش ببرن و در این حال تقویت کننده اعتراضات تو کف خیابون باشن. و همینجور در روزهای دوم و سوم و چهارم
آبان ماه کارگران شرکت فولاد بطیای کرمان به خاطر وضع بد معیشتیشون دست به تجمع و اعتراض زدن. خبر دیگه هم این هست که رانندگان کامیون و کامیونداران مردشت در اعتراض به گرانی وسایل یدکی و وضع بد معیشتیشون وارد اعتراض شدن. و اما موضوع بعد، فراخوان کارگران نفت به اعتصاب سراسری. در ادامه این اتفاقات، این روزهای مهم، این جنب جوش گسترده کارگران نفت دوباره فراخوان دادن به تجمعات و اعتصاب سراسری. اولتیماتوم داده بودن قبلا، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمان نفت اولتیماتوم داده بود بعد از دستگیری هایی که صورت گرفت که شما همکاران ما رو دستگیر میکنید ما ساکت نمیمونیم. همونطور که بیاد دارید در 18، 19 و 20 کارگران نفت در اصلویه، در کنگان و در آبادان، پالشگاه آبادان فاز دو تجمع داشتن، اعتصاب داشتن، در واقع در پارس جنوبی میشه گفت و از اون طرف آبادان بیش از 250 نفرشون دستگیر شدن. کارگران استادند و گفتند در روزهای آتی اعتراضات گسترده تر خودمون رو اعلام خواهیم کرد. زیر فشار اعتراض کارگران تعدادی از اونها آزاد شدن به قید وثیقه، کفالت و یا اخذ جریمه. و این موضوع بر خشم کارگران افزود و امروز ما شاهد فراخوان اونها به اعتصاب هستیم برای 7 آبان ماه. فراخوان این کارگران به همه بخش‌های نفت، کارگران رسمی، قراردادی، پیمانی، حجمی، فنی، بخش تجهیزات و همینجور بخش حمل نقل، حمل سوخت، عملیاتی، همه به صنایع وابسته نفت. و این فراخوان مستقیما در همبستگی با مبارزات مردمه و این اتفاق مهمه. خب روشن کارگران دورخیز میکنن، فراخوان میدن، تلاش میکنن و قدم به قدم جلو میان و هر درجه از اعتراض اعتصاب که شکل بگیره یک پیشرویه که راه رو باز میکنه برای حرکت های بعدی، همونطور که 18 مهر ماه راه رو باز کرد برای این فراخوان. درود میگم به کارگران نفت و تأکید میکنم به فراخوان منم به همه بخشای کارگران نفته تو این موقعیت اساس، تو این شرایط وسیعاً به این حرکت بپیوندن، وسیعاً حمایت و پشتیبانی کنن و همینطور مردم باید اعلام همبستگی کنن، باید شعار کارگر نفت حمایتت میکنیم به شعار همه مردم تو اعتراضات تبدیل بشه، بر در دیوار نوشته بشه و یک تأکید ما آزادی فوری تمامی کارگران بازداشتی است. کارگران نفت در این اعتراضشون اعلام کردن، گفتن که ما خواهان آزادی تمامی همکاران بازداشتی و دستگیر شده، تمامی دستگیر شدگان اخیر، تمامی زندانیان سیاسی و برداشته شدن اون فضای امنیتی از محیطهای کارمون هستیم و نیروهای سرکوب باید برن بیرون. اینو تو بیانیه‌های شورای سازماندهی دیدیم و به این شکل همبستگی خودشون با مبارزات مردمی اعلام کردن. باید صدای این اعتراض باشیم در ایران و در سطح جهان و این بسیار مهمه. یک بچه مهم مسئله اعتصاب، مسئله اقتصاد، مسئله معیشت کارگرانه. از این زاویه است که فریدم نا کمپین برای آزادی کارگران زندانی صندوقی رو اعلام کرده در همبستگی با کارگران اعتصابی و خانواده های کارگران زندانی. این صندوق رو اطلاعاتش رو روی سایت های فریدم نا گذاشته شده، تو تلویزیون تو برنامه ها رو منتشر کردیم و فراخوان من با عنوان سخنگوی این کمپین اینه که با این صندوق با ما تماس بگیرید و از اعتصابتون خبر بدید، از اعتراضتون خبر بدید، از ایجاد صندوق اعتصابتون خبر بدید و ما به سهم خودمون
به اعتصاب شما کمک رسانی خواهیم کرد. این هم بخشی از مسئله است. اعتراض دیگه که در این هفته ما شاهدش بودیم معلمان هستند. در اول و دوم آبان ماه دو روز تحصن و اعتصاب سراسری اعلام کردن، در بیش از 30 شهر به تحصن نشستند و اعتصاب کردند. اعتراضشون به دستگیری دانش آموزان، به حمله به مدارس، شلیک به طرف دانش آموزان، دستگیری های وسیع، دستگیری همکارانشون، ادامه بازداشت ها و در همبستگی با مبارزات مردمی بود. بسیار شجاعانه معلمان نشستن تو دفاتر مدرسه و بنر زندگی آزادی رو به دست گرفتند و برای چه به تحصن نشستن متن بنرهای اونها بود. یکی دیگه از حرکتهای درخشان معلمان. درود میگم بر معلمان. و به همین دلیل میبینیم یکی از شعارهایی که در 40مین روز در گذشته مهسا امینی داده شد، شعار معلم زندانی آزاد باید گردد. وقت برنامه ما پایان گرفته، ولی دو دقیقه من به چند همبستگی از اعتراضات مردمی در ایران اشاره میکنم. آخرین نمونه اون از طرف کلینت جانسون، دبیر کل اتحادیه معلمان در ونکوور هست، که در پاسخ به نامه فریدم ناو کمپین برای آزادی کارگران زندانی و با تلاش های مسعود ارجنگ عضو این کمپین در ونکوور کانادا، خواهان اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار آیل اون میشه، به اعلام همبستگی میکنه با مبارزات مردم در ایران. همینجور در 25 مهر اتحادیه های کارگری سوئد یه نامه مشترک به احمد معصومی فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد، همبستگی خود رو با مردم ایران اعلام میکنن. و همینطور چارون بارو، قبلا گفته بودم دبیر کل کنفدراسیون بین الملل اتحادیه های کارگری، با 200 میلیون عضو در بیش از 160 کشور در جهان از اعتراضات مردمی در ایران حمایت میکنند. اتحادیه سندیکاهای کارگری صنعتی اتریش خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از کمیته زنان سازمان ملل شدند. 196 نماینده تشکل‌های معلمان آسیا و اقیانوسیه در کنفرانسی که در 26 و 28 مهر در کامبوج برگزار کرده بودند اعلام همبستگی با مردم ایران می‌کنند. و استفانی اسمیت، با خوندن دو خط از پیام اون برنامه امروز رو به پایان می‌رسونم. استفانی اسمیت میگه: دوستان، می‌خواهم بدانید شما تنها نیستید. من با صدای بلند و با افتخار همبستگی خود را با انقلاب زنان شما اعلام می‌کنم. من به نمایندگی از بیش از 85 هزار عضو BCGEU به زنان و همه مردم ایران درود میفرستم. به عنوان یک زن و یک فعال حقوق زنان برایم ممکن نیست که بگویم چقدر به شما افتخار میکنم، چقدر الهام گرفتم از شجاعت و عزم شما برای ایجاد تغییر در کشورتان، برای خانوادهتان، برای دوستانتان و برای خودتان. صدای شما، مبارزه و جدال شما به عنوان نیروهای آزادی، برابری و رفاه در سراسر جهان دیده و شنیده شده است. اینجا در ونکوور کانادا جمع شدیم تا در کنار شما باشیم. ما مفتخریم که از طریق فریدم نا از کارگران ایران حمایت میکنیم. و بعد حمایتشون رو از کارگران نفت و اعتراضاتشون اعلام کردن و هم تا اتحادیه کارکنان عمومی و دولتی کانادا با 400 هزار عضو از مبارزات مردم ایران اعلام حمایت کرده. و این اتحادیه ها قبلا خواهان اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار شدن. اتحادیه های فرانسه، نروژ و جاهای مختلف هم همینطور پیام های همبستگی دادن. به این بسیار درخشانه. و همونطور که گفتم، جمهوری اسلامی، ما در آستانه بایکوت جهانی جمهوری اسلامی هستیم و این یعنی جمهوری اسلامی نابود باید گردد. برنامه ما وقتش به پایان رسیده. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.